امروز شنبه 4 خرداد 1389 25 می 2010 با اکنون به خبرها میپردازیم. درود بر شما همراهان وین تی وی، لیلی بازرگان هستم با خبرهای امروز ایران و جهان. با ما باشید با همکارم وحید زرگان. مرسی لیلی جان، درود بر شما. اتمی ایران خیلی ماهرانه این کار خودشون رو دارن به طور دسنترالیزه، به صلاح غیر متمرکز در جاهای مختلف دارن ادامه میدن. بعضی از اینا رو گاهی اعلام میکنن و بقیه رو مخفی نگه میدارن و این بازی رو دارن ادامه میدن و تاکنون موفق شدن بیش از 8 ساله که امریکایی‌ها و دول غربی رو بفریبند. آخر قاجار با مسافرت شاهان قاجار به خارج متخصصانی دعوت شدن، از طراحان خارجی استفاده شد و خیلی ساختمانایی که الان در تهران وجود داره و کاملا معماری و آرشیتکت اروپایی از کنم هست، اساسش بنیادش و در زمان پهلوی هم طبیعتا تهران سرعت رشد کرد و رسید به شکل فعلی و خندق‌هایی که اطراف تهران بود، دروازه‌ای که اطراف تهران زمان قاجار ساخته شده بود به اون شکل دیگه از نیست از بین رفت و تهران تبدیل شد به شهر مدرن اروپایی و جمعیتش هر روز اضافه شد به شکلی که الان می‌بینیم به کلی دردسر شده برای رژیم فعلی، به خصوص از نقطه نظر امنیتی. در واقع انگیزه اصلی انتقال پایتخت به خارج خلوت کردن پایتخت. سلام باشین. با سلام خدمت بینندگان عزیز وین تی وی، طبق معمول همه روزه در بخش اول برنامه‌های ورزشی گزارش‌های خبری تصویری که برای شما تهیه کردیم دعوت می‌کنیم که به تماشاش بنشینید. اولاً که این شادی سرشار بر خودم و سرشارم برسته که جوانان منو فراموش نکردن، یعنی با آرزوی فرمان فرمای آخوندی گمان میکنم این بود که تغییر جغرافیای من تغییر تاریخی و فرهنگیم بشه که نشد. همون آن که این اتفاق افتاد، من با یکی از دوستام که ترانه سراست، آقای کامبیز میرزایی در تورنتو، تماس گرفتم. گفتم ببین من میخوام یه آهنگ با آقای اسلانی بخونم و بیا این سوژه رو روش کار بکنیم و من یه فکری تو کلم بود و کامبیز هم این فکر رو گرفت و یه شعر خیلی قشنگ نوشت روش و بعدم با آقای فرزین فرهادی صحبت کردم و گفتم که یه همچین تیپ آهنگی رو. برای همین خیلی میتونم بگم که ایدهش مال خودم بود، ولی دوستانی که باشون کار میکنم واقعا خیلی عالی تونستن اینو پیاده بکنن. خب با درود خدمت شما عزیزان بیننده محترم، اخبار فرهنگی هنری امروز رو ما با اخباری از ایران شروع میکنیم. اگر اخبار رو دنبال کرده باشین، این روزها حرف دانشگاه تهران همه جا هست، به خصوص بعد از اینکه گفتن دانشگاه تهران باید جایی باشه که هر کسی واردش میشه باید حجابش رو رعایت بکنه. اما این رعایت کردن حجاب داری اندک اندک از مرزی میگذره و یهو دیدین خود دانشگاه تهران هم چادر کرد سرش. اما مشکل بزرگی که وجود داره این است که بعضی از کسایی که با دیدن چادر هم تحریک میشن، خب با دیدن چادر رو سر دانشگاه تهران هم تحریک میشن، به خصوص اینکه بدن دانشگاه تهران یه خود دچار تبرج و برجستگی‌هایی هم داره. این هفته
هفته اما در روز دوم خرداد آقای کروبی و آقای موسوی با هم دیدار کردن و خیلی تعجب‌آمیز بود صحبتایی که مطرح شد بینشون. اما یکی از نکات که مطرح شد این بود که قرار گذاشتن که روز 22 خرداد حتما تظاهرات وجود داشته باشه و اینها بگن حالا چه مجوز بدن چه ندن دولتی ها راهپیمایی انجام بدن. اما نگرانی خاصی که آقای کروبی داره بابت اتفاقی است که در روز 22 بهمن افتاد و اون هم ماجرای اسب تروا بود. حالا آقای کروبی میگه که قرارمون شد 22 اما باید مراقب اون اسب تروا باشیم.